الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شاگردای عزیز، وقتتون بخیر. خب در ویدیو درباره نحوه تعریف نسبت های مثلثاتی بحث میکنیم، یا نحوه تعریف توابع مثلثاتی. خب اولین نسبت مثلثاتی یا توابع مثلثاتی، ساین در نظر میگیریم، وای مساوی با ساین اکس. اگر بخوایم نحوه تعریفش یا نحوه قیمت ساین اکس دریافت کنیم چی کار میکنیم؟ خب دومین ساین اکس، دومین هم نحوه تعریف که شما در تابع میخوانید خوانده بودین، دومین ساین اکس مساوی میشه. خب شما میفهمید به جای اکس هر قیمتی که وضع کنیم ساینش یک قیمت حاصل میشه. پس دومین ساین اکس گفتم میتونیم چی هست؟ تمام اعداد حقیقی. حالا اگر رنج ساین اکس دریافت کنیم، رنج ساین اکس، خب زمانی که دومین گفتیم تمام اعداد حقیقی است، یا از منفی لایتنایی تا مثبت لایتنایی، یعنی به جای اکس هر قیمتی که از این انتروال وضع کنیم به خود اختیار میکنه. اما وای چه قیمت را به خود اختیار میکنه؟ بین یک و منفی یک تحول میکنه، یعنی بین یک و منفی یک است. پس رنج ساین اکس گفته میتونیم که بین منفی یک و یک است. به شکل پس رنجش دریافت کرده. خب دومین یا هم امی ساین اکس یا به این شکل رنجش نشان میده یا به این شکل نشان میده. مثلا میگن که ساین اکس کوچک مساوی به یک است، بزرگ مساوی به منفی یک است. یا هم به این شکل دومینش نشان داده میتونه، دومین ساین اکس میگه رنجش، ببخشید رنج ساین اکس میگه قیمت مطلقش کوچک مساوی به چی است؟ یک است. این طرز نمایشش است دیگه. این سه تا کلا نماینده یه چی میکنه؟ رنج تابع ساین میکنه. خب دومین نسبت مثلثاتی یا تابع مثلثاتی کوساین اکس است، وای مساوی به کوساین اکس. حالا اگر بخوایم دومینش دریافت کنیم، خب دومین کوساین اکس مساوی میشه. شما میفهمید شاگردای عزیز، هر قیمتی که باز هم به جای اکس وضع کنیم وای یک قیمت از خود اختیار میکنه. پس دومین کوساین اکس گفته میتونیم چی هست؟ تمام اعداد حقیقی هست، یا از منفی لایتنایی تا مثبت لایتنایی هست. و همچنان رنجش اگر دریافت کنیم، رنج کوساین اکس مساوی میشه باز هم از منفی یک تا یک اختیار میکنه، یعنی هر قیمتی که ما به جای اکس وضع کنیم وای بین یک و منفی یک چی میکنه؟ از خود قیمت اختیار میکنه. یا هم کوساین اکس به این شکل رنجش نشان داده میتونیم، یا هم به این شکل نشان داده میتونیم که کوساین اکس کوچک مساوی به یک، بزرگ مساوی به منفی یک. یا هم گفته میتونیم که رنج کوساین اکس قیمت مطلقی چی هست؟ قیمت مطلقی کوساین اکس کوچک مساوی به یک هست. این طرز نمایش چی هست؟ نشان دهنده رنج تابع کوساین هست. اگه شاگردای عزیز شما میفهمین که دومین ساین اکس تمام اعداد حقیقی شد و کوساین اکس دومینش هم تمام اعداد حقیقی شد، پس دومین ساین اکس مساوی به چی هست؟ مساوی به دومین کوساین اکس هست که مساوی به چی میشه؟ تمام اعداد حقیقی میشه. بشه. و همچنان رنج ساین اکس مساوی هست با چی؟ رنج کوساین اکس که مساوی به چند هست؟ بین منفی یک و یک تحول میکنه رنجش، یعنی بین منفی یک و یک قیمت ها رو چی میکنه؟ اختیار میکنه. بخواه. خب پس این تو تابع به این شکل یک نتیجه کوچک گرفتیم. حالا سومین تابع مثلثاتی اگر ما در نظر بگیریم، تانجانت اکس وای مساوی به تانجانت اکس. خب بخوایم دومین نظیره تعریف کنیم، شما میفهمید که تانجانت اکس مساوی به چی هست؟ مساوی به ساین اکس بر کوساین اکس است. و اگر بخوایم دومینش اینجا تعیین کنیم، خب دومین تانجانت اکس مساوی میشه. شما میبینید که تانجانت اکس یک تابع چی هست؟ کسری هست، یعنی ساین اکس بر کوساین اکس. شما تابع کسری در بخش تابع خوانده بودین تعیین دومینش چی میگرفتین؟ تمام اعداد حقیقی به غیر از صفر ساز مخرج. پس همین هم میگه، پس یعنی دومینش اگر بخوایم تعیین کنیم، تمام اعداد حقیقی به غیر از صفر ساز
مخرج و غیر از کوساین x که مساوی به صفر شود. حالا شما اگر بخواین کوساین x در کدام قیمت ها صفر شود، یکم دیگم اگر دومینش به یک شکل دیگه اگر بنویسیم، زمان کوساین x مساوی به صفر میشه که x کدام قیمت ها را اختیار کنه. خب x قیمت هایی که اختیار کنه، شما میفهمین که پای بر 2، 3 پای بر 2 و 5 پای بر 2 و میشه ترتیب منفی پای بر 2 و به می شکل قیمت ها را چی میکنه؟ x به خود اختیار میکنه که تابع کوساین مساوی به چی میشه؟ صفر میشه. خب زمانی که پای بر 2 رو به جای x واضح کنیم، کوساین پای بر 2 صفر، 3 پای بر 2 رو واضح کنیم صفر. پس میبینیم که ضرایب تامش چی میشه؟ صفر میشه. پس گفته میتونیم که دومین x، دومین تانجانت x مساوی میشه با تمام اعداد حقیقی به غیر از x هایی که ای x مساوی به 2 که منفی 1 پای بر 2 باشه. و اینجا که کدام قیمت ها را به خود اختیار میکنه؟ گفتم که ضرایب تامش اینجا x اگر قیمت بگیره صفر میسوزه کوساینه، پس که هم شامل اعداد تام هست. به این شکل میتونیم دومین تانجانت x را دریافت کنیم. حالا اگر رنج تانجانت x را دریافت کنیم، رنج تانجانت x مساوی میشه. خب رنج تحولش، یعنی در روی محور y اگر در نظر بگیریم، رنج خب محور y است دیگه، درست؟ پس رنج تابع تانجانت x مساوی میشه با تمام اعداد حقیقی از منفی لایتانی تا مثبت لایتانی. به این شکل سومین نسبت مثلثاتی، چهارمین نسبت مثلثاتی یا تابع مثلثاتی عبارت از کوتانجانت x است. وای مساوی به کوتانجانت x. شما کوتانجانت x نوشته کرده میتونین، ویدیوی قبلی را خواندین که کوتانجانت ما گرفته میتونیم کوساین x بر ساین x، درست؟ حالا تابع چی هست؟ کسری هست. تابع کسری هست. شما در قسمت تابع خواندین تعیین دومینش تمام اعداد حقیقی به غیر از صفر ساز مخرج. پس دومین زمانی که دومین کوتانجانت x ما بخوایم تعیین کنیم، میگیریم نوشته کرده میتونیم تمام اعداد حقیقی به غیر از صفر ساز مخرج، به غیر از اینکه ساین x مساوی چی شوه؟ صفر شوه. حالا شاگرد عزیز، کدام قیمت ها را ما به جای x وضع کنیم که ساینش مساوی به صفر شود؟ میبینیم خب کدام قیمت ها را به جای x وضع کنیم که ساین مساوی به ساین مو زاویه صفر شود؟ خب اگر x صفر قیمت بدیم، صفر رادیان قیمت بدیم، صفر رادیان قیمت بدیم، ساین صفر صفر. یا هم اگر پای قیمت بدیم، ساین پای هم باز هم صفر است. و اگر دو پای قیمت بتیم به می ترتیب، سه پای هم اگر قیمت بتیم به جای x سه پای قیمت بتیم، ساینش میشه صفر میشه. اگر منفی پای قیمت بتیم، منفی دو پای قیمت بتیم، به می شکل صفر میشه. باز هم ضرایب تام از دیگه. پس گفته میتونیم که دومین کوتانجانت x مساوی میشه با تمام اعداد حقیقی به غیر از x هایی که طوری که x مساوی به k پای باشه. که پای و که از کجا قیمت میگیره؟ که از اعداد تام قیمت اختیار میشه، مثلا قیمت اختیار میکنه، مثلا اعداد تام میفهم دیگه، منفی هاش مثبت و صفر. زمانی که ما به جای که صفر وضع کنیم همینجا، صفر ضرب پای صفر، پس x مساوی به صفر شد. زمانی که به جای x صفر وضع کنیم، ساین صفر صفر میشه. به شکل پس ما میتونیم به شکل هم دومین کوتانجانت x نوشته کنیم و به شکل هم میتونیم نوشتهش کنیم. و یادتان باشه که بر دو شکلش باید شما یاد داشته باشیم، میشه در کنکور به شکلش از شما بخواید. خب حالا اگر رنج کوتانجانت x بخوایم تعیین کنیم، رنج کوتانجانت x هم باز هم تمام اعداد حقیقی، یعنی شما زمانی که این قیمت ها را به جای x وضع کنین، به جای x وضع کنین، y چی را اختیار میکنه؟ y قیمت هایی را اختیار میکنه که شامل انتروال منفی لایتناهی است تا مثبت لایتناهی. این قیمت ها را اختیار میکنه. خب حالا پنجمین نسبت مثلثاتی را اگر ما بنویسیم،
وای مسایی به سکند تکس وای مسایی به سکند تکس سکند تکس نه شما در ویدیوهای قبلی خواندین که سکند تکس ما چی نوشته کرده میتونیم سکند تکس یک بر کوساین اکس ما نوشته کرده میتونیم پس دومینش حالا به شکل ساده دریافت میشه دیگه تابع کسری است پس نوشته کرده میتونیم که دومین سکند اکس مساوی میشه با تمام اعداد حقی بغیر از این تمام اعداد حقی بغیر از این کوساین اکس مساوی به چی شود؟ صفر شود یا هم به این شکل نشته کرده میتونیم ببینید تمام اعداد حقی بغیر از این کوساین اکس مساوی به صفر شود یا هم به این شکل هم نشته کرده میتونیم یا هم به این شکل یا هم دومین سکند اکس ها نوشته کرده میتونیم تمام اعداد حقی بغیر از کدام قیمت ها کوساین اکس صفر میسازه او قیمت هایی که اکسش مساوی به چی باشد دو که منفی یک پای بر دو باشد و همچنان که شامل چی هست اعداد تام هست یعنی این دو تا را شکل نمایش چی هست دومین سکند اکس هست حالا اگر رنجش را دریافت کنیم رنج سکند اکس مساوی می شود خب رنج سکند اکس مساوی می شود تمام اعداد حقیقی بغیر از منفی یک و یک باز انشاءالله در قسمت خب این را به این شکل هم نوشته کرده می تونیم رنجش یا به این شکل هم نوشته کرده می تونیم رنج سکند اکس مساوی می شود از منفی لایتنایی تا منفی یک اینجا انتروالش بسته اتحاد با از یک تا مثبت لایتنایی به شکل هم میتونیم رنجش هم بینویزیم خب این هم تعیین دومین و تعیین رنج است تابع سکند اکس ششمین تابع مثلثاتی تابع وای مساوی به کوسکند اکس است کوسکند اکس هم نوشته کرده میتونیم یک بر ساین اکس یک بر ساین اکس خب دومینش اگر بخوایم تعیین کنیم دومین کوسکنت اکس مساوی میشه با تمام اعداد حقی بغیر از اینکه ساین چی کنه ساین اکس مساوی به صفر بسازن یا هم کدام قیمت ها که به جای اکس وضع کنیم ساین صفر میسازن یا میره به این شکل نشته کرده میتونیم یا تمام اعداد حقی بغیر از اینکه اکس طوری که اکس مساوی به کپ های و که هم شامل اعداد تام هست یا به این شکل نشون کرده میتونیم یا به اون شکل نوشته کرده میتونیم که اینجا میبینید شما دومین کوسکنت اکس با دومین کوسکنت اکس با دومین کوتانجانت اکس هر دوش با هم چی هست؟ مساوی هست یعنی این یک نتیجه را هم گرفته میتونیم و رنج کوسکنت اکس مساوی میشه با تمام اعداد حقیقی بغیر از این بغیر از منفی یک و یک یا هم گفته میتونیم که رنج کوسکنت اکس مساوی میشه خب این اگر به شکل انتروال بنویسیم از منفی لایتنایی تا منفی یک خود یک هم شامل است اتحاد از یک تا مثبت لایتنایی این هم تعیین دومین و رنج تابع مثلثاتی شاگرده عزیز سوال اول از تعیین ناحیه تعریف و ناحیه قیمت توابع مثلثاتی سوال است که fx مساوی به 3 ساین 5x مثبت 2 مثبت 4 دومین و رنج از این توابع را گفته دریافت کنید خب شما میدونید که دومین ساین x میشه تمام اعداد حقی میشه یعنی ما به جای x هر قیمت را وضع کرده میتونیم پس دومینش را گفته میتونیم چی هست؟ تمام اعداد حقی هست یا از منفی لایتنایی تا مثبت لایتنایی هست و رنج از تابیر اگر بخواییم دریافت کنید شما میفهمید که سه خودش خب ساین اکس بین منفی یک مثبت یک و منفی یک چی میکنه؟ تحول میکنه یعنی بین دومینش چی میشه؟ دومین ساین اکس و ساین پنج اکس مثبت دو هم دومینش چی هست؟ بین منفی یک و مثبت یک هست درست؟ خب مثبت چهار هم خودش حالا سه رو میتونیم داخل قوس ضرب بزنیم خب ضربش میزنیم زمانی که ضرب بزنیم میشه منفی 3 کاما مثبت 3 به شکل مثبت هم 4 خودش از اینجا رنج تابع اف اکس
دریافت شد که اگر 4 هم جمع کنیم با این انتروال خب میشه مثبت 1.7. پس به این ترتیب رنج توابع ساین اکس دریافت شد. سوال دوم سوال است که وای مسئله ساین اکس بر 2 گفته دومین و رنج از یک تعیین کنیم. خب باز هم میتونیم دومین یعنی به جای اکس ما هر قیمت را از اعداد دقیق گذاشته میتونیم. پس دومینش میشه چی؟ تمام اعداد دقیق. و اگر رنجش را تعیین کنیم باز هم رنجش بین منفی 1 و مثبت 1 به خود قیمت اختیار میکنه. سوال سوم سوال است که در فرم هرات اومده، سوال کنکور است، وای مسئله ساین 1 بر اکس گفته دومین و در سوال دومین تنها خواسته بود در فرم هرات. گفتم دومینش چی کنین تعیین کنین شما. خب وقتی دریافت دومینش دومین ساین ایکس هم میفهمیم که به جای ایکس ما هر قیمت را وضع کرده میتونیم، اما به غیر از صفر ساز مخرج. تمام اعداد دقیق به غیر از چی؟ به غیر از صفر، یعنی صفر ساز مخرج که گفتیم، یعنی صفر مخرج چی میکنه؟ صفر میسازه. پس تمام اعداد دقیق را گرفتم میتونم به غیر از صفر. سوال خب رنج همی تعبیر اگر ما بخوایم تعیین کنیم باز هم میگه پس یعنی بین منفی 1 و 1 است رنج. سوال چهارم سوال است که مشابه سوال کنکور است. این سوال کنکور کوساین x بر 5 آمده بود که از اینجا رنج او تعبیر گفته بود دریافت کنیم. خب سوال است وای مسئله کوساین x بر 400 دومینش گفته دریافت کنیم. خب دومین کوسون چی هست؟ تمام اعداد حقیقی. پس گفتم میتونیم تمام اعداد حقیقی هست یا از منفی لایتانی تا مثبت لایتانی بیا اکس به خود قیمت اختیار کرده میتونه. وای مس خب امی تابیر را گفته رنجش را دریافت کنیم. خب وقتا دریافت رنجش شما میدونیم که کوسون رنجش چی هست؟ منفی 1.1 هست. درست؟ به میشکل و تقسیم چند؟ تقسیم 400. تقسیم 400. حالا این را نوشته کرده میتونیم که منفی 1/400 کاما 1/400. پس به این شکل ما تانستیم رنج همی تابیره دریافت کنیم. سوال پنجم های مسئله به تانجانت 2x مثبت 5 است. گفته دومین و رنجش را دریافت کنیم. خب بختار دریافت دومینش دومین وای تانجانت گرفته میتونیم ساین 2x بر کوساین 2x. دومینش چی میشه پس؟ تمام اعداد حقیقی بغیر از اینکه کوساین 2x مساوی به چی شود؟ صفر شود. پس دومینش به این شکل تعیین کرده تونستیم. حالا اگر رنجش دریافت کنیم یعنی رنج تابع وای مساوی میشه رنج تابع وای یعنی رنج تانجانت x چی میشه؟ تمام اعداد حقیقی میشه. سوال ششم وای مساوی به 3 sec 4x. خب سکند ما گرفته میتونیم 3 خودش سکند ما چی نشه کرده میتونیم کوساین 4x. پس حالا دومینش تعیین میکنیم. دومینش چی میشه؟ تمام اعداد حقیقی به غیر از صفر ساز مخرج به غیر از اینکه کوساین 4x مساوی به 0 شود کوساین 4x مساوی به 0 شود. به این شکل ما تونستیم دومینش تعیین کنیم. حالا اگر رنجش بخوایم دریافت کنیم رنج سکند x، خب ای سه خودش سه ضرب در شما خوانده بودیم که رنج سکند چی هست؟ از منفی لایتانوی تا منفی 1 است. خود 1 هم شامل است اتحاد از 1 تا مثبت لایتانوی است. به شکل حالا میتونیم این سه داخل قوس ضرب بزنیم. خب ضربش میزنیم پس از اینجا رنج تابع وای دریافت میشه که از منفی 3 ضرب منفی لایتانوی باز هم منفی لایتانوی میشه کاما 3 ضرب منفی 1 منفی 3 اتحاد 3 ضرب مثبت 1 3 کاما 3 ضرب لایتانوی. پس به این شکل رنج تابع دریافت شد. یا همین را به یک شکل دیگه هم میتونیم نوشته کنیم. قبلا خواندین تمام اعداد حقیقی بغیر از انتروال باز منفی 3 و مثبت 3. سوال هفتم وای مسئله 20 کوسکنت 10x را نوشته کرده میتونیم کوسکنت چی نوشته کنم؟ 20 بر کوسکنت نوشته کرده میتونیم ساین 10x. پس حالا دومینش اگر بخوایم دریافت کنیم دومین تابع وای مساوی میشه با تمام اعداد حقیقی بغیر از اینکه مخرج صفر شود بغیر از اینکه ساین 10x مساوی با صفر شود. پس به این شکل دومینش تعیین کردیم. حالا اگر رنجش بخوایم دریافت کنیم رنج تابع وای مساوی میشه با. خب
رنج تابی کوسکن و سکن به یک شکل است. یعنی کوسکن اگر رنج را بخواهیم دریافت کنیم از منفی لایتون تا یک منفی یک که یک هم بسته است اتحاد از مثبت یک تا مثبت لایتون. پس 20 زمانی که در انتروال ضرب بزنیم میتونیم بنویسیم که از منفی لایتون تا چند تا منفی 20 که منفی 20 هم شامل است اتحاد از مثبت 20 تا مثبت لایتنه به شکل رنج می تابیره دریافت کنیم یا هم می دانیم به یک شکل دیگه نشه کنیم تمام عددی به غیر از انتروال باز منفی 20 و مثبت 20. سوال هشتم سوال است که وای مسئله ساین مربع x مثبت 1. خب دومین چه خواسته؟ دومین یعنی به جای x ما هر قیمت را از اعداد حقی گذاشتم میتونیم پس دومین چه میشه؟ تمام اعداد حقی میشه. اما رنج اگر دریافت کنیم خب رنج ساین x چی میشد؟ ساین x می خواهیم فعلا ساین x بین 1 و منفی 1 است، درست؟ یعنی بین منفی 1 و مثبت 1 قیمت اختیار میکنه ساین x. خب حالا مربع هست اینجا ما یک چند قیمت از قیمت دمی تابع وزن میکنم، یعنی به جای ساین اگر ما منفی 1 وزن نمایم منفی 1 اگر وزن کنم از این انتروال وزن میکنم ببینیم که وای کدام قیمت را اختیار میکنه مختار دریافت رنجش. خب منفی یک رو وزن کنم، منفی یک مربع مثبت یک، مثبت یک زمان مثبت یک میشه دو. حالا اگر به جای ساین x ما فرض کنیم صفر وزن کنم، خب بین منفی یک و مثبت یک بی نهایت اعداد است، اما من تامهایش انتخاب میکنم وزن میکنم ببینیم که کدام انتروال اختیار کرده میتونه رنج میتابه. خب اگر صفر وزن کنم به جای ساین میشه صفر مربع صفر، صفر مثبت یک هم باز هم میشه یک. حالا اگر به جای ساین x ما یک وزن نمایم از اینجا، خب یک اگر وزن کنیم یک مربع یک، یک مثبت یک دو، پس قیمت وای دریافت شد دو. پس به این شکل ما رنج تابع وای دریافت کرده تانستیم که بین یک و دو هست، به شکل رنج همی تابع دریافت شد. سوال نوم خواهیم سوی به تانجان مربع اکس دومینو و رنج شد. خب رنج شد تنها خواسته دومینش اگر میخواست چی میشد؟ تمام عددهایی بغیر از صفر ساز مخرج شد. حالا رنج اگر ما اینجا دریافت کنیم رنج شد. شما میفهمید که رنج تانجانت چی هست؟ تمام اعداد حقیقی هست از منفی لایتانوی تا مثبت لایتانوی. اگر تانجانت اکس بخواه از منفی لایتانوی تا مثبت لایتانوی چی هست؟ شامل رنج هم تابی تانجانت اکس میشه. اما اینجا اگر میبینین تانجان مربع هست، یعنی قسمت منفی هایش زمانی که مربع شوه پس چی میشه؟ مثبت میشه. پس ما رنج از این رو تعیین کرده میتونیم که بین از صفر شروع میشه تا مثبت لایتنوی. انشاءالله که فهمیده باشین تانجانت اکس تانجان مربع است. تانجانت اکس اگر رنج شه بخوایم دریافت کنیم از منفی لایتنوی تا مثبت لایتنوی است، اما اینجا مربع هست پس قیمت های منفیش اگر مربع شه مثبت میشه دیگه. پس انتروال بسته صفر تا مثبت لایتنوی انتروال باز چی میشه؟ رنج از این تابع دریافت میشه. مثال دوم وای مثلا دو ساین 3x مثبت 4 کوساین x گفته دومین رنج چه دریافت کنیم. خب دومین تابع ساین چی میشه؟ تمام اعداد حقیقی. کوساین هم چی میشه؟ دو منش تمام عدد حقیقی. خب در تابع شما خوانده بودین که دو تابع باشه در حالت جمع تفریق ضرب و تقسیم بخاطر دریافت دومینشون چیکار میکردیم؟ مشترکایشو میگرفتیم، از این تابع هم دومینشو تعیین میکردیم، از این تابع دیگر هم دومینشو تعیین میکردیم، مشترکایشو میگرفتیم یا تقاطعشون در نظر میگرفتیم که دومین کلی تابع دریافت نشه. خب اول از این هم تمام عدد حقیقی هست، از این هم تمام عدد حقیقی هست، اگر مشترکشون در نظر بگیریم و تقاطع از یار در نظر بگیریم باز هم تمام عدد حقیقی میشه. پس دومین تابع وای چی میشه؟ تمام اعداد حقیقی میشه. حالا اگر رنجش دریافت کنیم، رنج از تابی وای اگر بخوایم دریافت کنیم چی میشه؟ شما میبینید دو هست اینجا، دو رخ پس خودش دو ضرب ساین 4x دومین ساین چی هست؟ بین یک و منفی یک، بین منفی یک و یک هست. مثبت خودش مثبت کوساین x دومین چی هست؟ رنجش چی هست؟ کوساین اکس رنجش چی هست؟ بین منفی یک و مثبت یک هست همیشه کن. حالا اگر دور ضرب بزنیم داخلی قوس و این قوس با این قوس جمع کنیم بالاخره ما تانستیم که رنج تابع وای دریافت کنیم انتروال بسته منفی سه کاما مثبت دو مثبت یک سی. پس به این شکل ما تانستیم رنج
این تابعی را دریافت کنیم. سوال 11 مهم است برای ساین متانه 5 مثبت 1 گفته دومین مورد چه دریافت کنیم. خب دومینش چی میشه؟ یعنی x هر قیمت را اختیار کرده میتونه، پس دومینش هم مثبت 1. اما رنجش اگر بخوایم دریافت کنیم ساین x بین 1 و منفی 1 قیمت اختیار میکنه. خب درست؟ پس حالا اگر من یک چند قیمت را اختیاری اینجا وضع کنم به جای ساین x، چون ببینم که y کدام قیمت اختیار میکنه به خاطر تعیین رنجش لازم است. پس ساین x را اگر من فرض مثال منفی 1 قیمت بتوم، از اینجا y منفی 1 اینجا وضع کنم، منفی 1 به طور 5 باشم، منفی 1 منفی 1 جمع مثبت 1 0، پس y چی میشه؟ 0 میشه. حالا اگر به جای ساین x ما 0 وضع کنم، از اینجا قیمت y دریافت میشه. 0 اگر وضع کنم 0 جمع 1 1. و اگر به جای ساین x ما مثبت 1 وضع کنم، اینجا مثبت 1 جمع مثبت 1 به طور 5 مثبت 1 مثبت 1 مثبت 1 میشه 2، پس y دریافت شد قیمت چند است؟ 2 است. حالا رنج، خب رنج می تابع y، رنج تابع y انتروال وسطی چی؟ 0 تا 2. به این شکل ما تونستیم رنج تابع را به دست بیاریم. خب 0 تا 2 گرفتیم، چون چرا؟ چون 1 هم داخل همین انتروال هست دیگه. پس رنج تابعی را دریافت کردیم. سوال 12 سوال است که در کنکور اومده، وای مساوی با 3 کوساین 4x گفته رنجش را دریافت کنیم. ساده است دیگه. چطور ساده است؟ شما میدونید که 3 خودش رنج تابعی وای مساوی میشه 3 خودش. شما میدونید که کوساین 4x باشه، کوساین 5x باشه، کوساین x باشه، رنجش بین چی هست؟ بین منفی 1 و مثبت 1 هست. حالا اگر 3 را ضرب بزنیم، پس انتروالی که اختیار میشه اختیار میکنه منفی 3 هست تا مثبت 3. پس به این شکل ما تونستیم رنج تابعی را دریافت کنیم. خب شکرت عزیز، تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.